بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كتاب شريف كافي قسمت 355 در تاريخ و ولادت و وفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بديم حديث و هشتم. عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لما قبض النبي صلى الله عليه وآله صلت عليه الملائكة والمهاجرون والأنصار فوجا فوجا. زمانك رسول الله صلى الله عليه وآله از دنیا رفتن نماز گذاردند بر ایشان ملائکه و مهاجرون و انصار دسته دسته و گروه گروه قال و قال امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند و امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول فی صحته و سلامته من شنیدم از پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان صحتشون قبل از اینکه ایشون رو مسموم کنند و مریض بشوند انما انزلت هذه الايه علیه فصلاة علی بعد قبض الله لی ان الله و ملائکته و جسلون علی النبی یا ایوها الذین عليه سلو علیه و همانا نازل شده از این آیه, ایه بر من در درود فرستادن و سلات و نماز بر من بعد از این که خدای تبارک و تعالی مرا از دنیا ببرد به این نحو که ان الله ملائکته او سلون علی النبی همانا خدا و ملائکه او درود میفرستند بر پیغمبر یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده اید شما هم درود بفرستید و سلام بدهید و تسلیم باشید برای پیامبر صلی الله علیه و آله که در روایات قبلی هم عرض کردیم که جمع روایات به این است که این که پیامبر این گونه فرمودن برای این بود که این ظالمان و منافقان و قاسبان میخواستن از این فرصت هم به نفع خودشون استفاده کنند و بیان مثلا اون خلیفه قاسب رو بندازن جلو جمعیت جمع بشند و یک خدمت شما از شاید که شور و یک جمعیت را بندازن و بگن ها خلیفه پیغمبر همون کسی که برایشون نماز خوانده لذا پیامبر و امیر و المؤمنین علیه السلام به حکمت و علم الهی جلو اینا رو گرفتن و حضرت امیر و اهل بیت و خواص اصحاب خودشون بر حضرت نماز رو خواندن و بقیه مردم رو گفتن اینجوری باید نماز بخونید یک سلوات و آیه و درود و برید دنبال کارتون و نقششون رو نقشه بر آب کردن همون جور که همینه ها زمانی که پیامبر را مسموم کرده بودند و در بستر بودند نمیتونستن برن نماد سریع رفتن از طرف آیشه پیام رسوندن به پدرش ابوبکر که سریع برو به جای پیغمبر باید و نماز بخون و تا پیامبر رو بهشون خبر دادن حضرت با همون حال مریضی بلند شدن و نمیتونستن راه بروند لذا زیر بغلشون رو امیر المؤمنین و برخی دیگه گرفتند و حضرت رو بردند و ابو بکر رو کنار زدن و خودشون با همون حالت نماز خوندن که مبادا اینها فردا بیان و بگن که خب پیغمبر که به جاش ابوبکر نماز خونده پس خلیفه ابوبکره و بعدش هم پیغمبر به شدت اینها رو توبیخ کردن که این چه کاری بود شما کردید و این حرفها حدیث سی و نهم قلتو لعبی عبدالله علیه السلام داود ابن کثیر رقی میگه به امام صادق علیه السلام عرضه داشتن ما معنی السلام علی رسول الله این که خدا میفرماید و سلم و تسلیما بر پیام بر سلام بدهید این سلام در مقابل پیغمبر به چه معنا هست فقال ان الله تبارک و تعالی لما خلق نبی و وسیه فرمودند این سلام به معنای این نیست که صرفا کسی بیاد در مقابل رسول الله بگه السلام علیک یا رسول الله بعدم هر کاری که دلش میخواست بکنه و حق پیغمبر و وسیع و امامت و اینها رو بگیرند و ببرند و با خدا مخالفت کنند بلکه خدای تبارک و تعالی زمانی که خلق فرمود پیامبرش را و وسیع پیامبر را و وبنته و ابنیه و دختر خودش این حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها دختر پیامبر را و ابنیه و دو فرزندش امام حسن و امام حسین را و جمیع الائمه و جمیع امامان را خلق فرمود و خلق شیعتهم و شیعیان اهل بیت علیه السلام را خلق فرمود اخذ علیهم المیثاق و ایس برو و یسابرو و یراغبتو و ایتقو الله و وعدهم ان یسلم لهم الارض المبارکه والحرم الامن فرمودن این سلام بر پیامبر یعنی این که زمانی که خدا پیامبر و وسی و دخترش و دو فرزندش را و جمیع امامان و جمیع شیعیان را خلق فرمود در اونجا میثاق و پیمان و عهد گرفت برای ایشان به اینکه که اینها در راه خدا صبر کنند و هیچ معصیت و خطایی و اشتباهی در امامان نباشد و عبادت محض و تسلیم امر خدا و شیعیان هم صبر کنند بر طاعت اهل بیت علیهم السلام و ایجسا برو و یرابطو و در راه خدا و اطاعت خدا با امامشون مرابطه داشته باشند وفا داشته باشند و صبر بر امر الهی داشته باشند و ان یتق الله و اینکه تقوای الهی داشته باشند و خدا وعده داد به ایشان که تسلیم کند و در سلم و سلامت و اطاعت قرار دهد برای ایشان زمین مبارکه را و حرم را خب زمین مبارکه باز همین مواضع مبارک مانند مثلا مدینه و نمیدونم مکه و کربلا و خدمت شما عرض شد مشاهد ائمه علیه السلام و اینها یا نه زمین به خودی خود یک خلقت مبارک است پربرکت است از جانب خدا برای انسان ها و کل عالم را خدا برای اینها چیه امن و امان قرار بدهد و همچنین حرم آمن را که باز یا خصوص بیت الحرام باشه یا همین که عرض کردیم مدینه طیبه و مکه مکرمه و مشاهد و مساجد و مواضع الهی زمین و ان لهم البيت المعمور و این که بیت المعمور را برای ایشان نازل فرماید و برای ایشان قرار دهد که با در بیت المعمور هم ممکن است که مثلا کعبه به ازای بیت المعمور اون احترام و اون موقعیت رو خدا براشون قرار بدهد یا اینکه خود عالم را خدا برای ایشان معمور قرار دهد و ایونزل لهم البیت المعمور و بیت المعمور رو براشون نازل کند باد به معانی مختلفی ممکنه باشه یعنی مثلا بیت المعمور را در ازای کعبه برای ایشان قرار بدهد و یا اینکه جهان را آنچنان معمور و آباد کند به حکومت و حاکمیت اهل بید علیه السلام که در اون هیچ خرابی وجود نداشته باشه یا اینکه خدمت شما عرض همون مواضع مبارکی که عرض کردیم و یو الله المرفوع و برای ایشان سقف مرفوع را برافرازد که باز در حکومت امام زمان علیه السلام و در رجعت و در رجعت امیرالمؤمنین علیه السلام آنچنان ایوان مفصلی خداوند تبارک و تعالی برای حاکمیت اینها قرار بدهد که مثلا های اون در فرض کنید که در نمیدونم یکی در یمن و یکی در نمیدونم خدمت شما شرق و غرب عالم و اینها خلاصه یک ایوان چنین بزرگی برای حاکمیت اینها قرار بدهد که بر جمیع جن و انس حکومت کنند و یا اینکه این آسمان را براشون برافرازد که اینها از نعمتهای زمین و آسمان کاملا بهرهور باشند و همه اینها به شرط این که این مردم اطاعت کنند و مخالفت با پیغمبر و اهل بید علیه مسلم نکنند و الا اگر مخالفت کردن همین میشه که الان ما داریم یعنی ظالمان و قاسمان میان و زمین و آسمان خدا رو قصد میکنن کنند زمین ها را خراب می کنند با احکام شیطانی خودشون و جلو مردم رو می گیرند از اینکه در اون عدالتی جاری بشه و زمین آباد بشه کشاورزی بشه دامپروری بشود نمی دریاها از نعمت های خدا استفاده بشه برای زمین آنچنان برنامه های خدا ریخته باشد که همه جا معمور شود ولی اینا همه رو خراب کردند و همچنین اگر اطاعت مطلق می کردند آسمان نعمتهای خود را آنچنان بر ایشان می بارید که همه یا سبز و خرم و نعمت الهی باشه که این سقف مرفوع را هم اینها به جای اون نعمت های الهی که میخواد نازل بشه با بمب ها با نمیدونم این خدمت شما شود که ماهواره ها که تمام فساد و ظلم و خیانت و ظلم به حقوق مردم هست این آسمان را هم اینها چه خراب کردند دو زمین را هم خراب کردند و جوری هم من عدوهم و خدا وعده داد که مردم نتوانند به اهل بید علیه السلام ظلم کنند و خدا مردم را آنچان به عدالت برساند اگر خودشون اطاعت کنند که اهل بید علیهم السلام در کمال راحتی از شر عدو و دشمن باشند که اگر مردم اینها رو پذیرفتند عالمشون خرم و آباد و پر از عدالت خواهد بود و الا همه اینها در زمان ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظاهر خواهد شد آن حضرت یملع الارض عدلا بله و قسطا کما ملعت و جورا زمین را پر از عدالت و آبادی خواهند کرد همون طور که این شیطان پرستان و مخالفان اهل بیت علیه السلام آرم را پر از جور و ظلم کردن اون جایگزین این می شود و الارض التي يبدلها الله من السلام و يسلم ما فيها لهم و زمین را خدای تبارک و تعالی مبدل کند برای ایشان از سلام و سلامتی و عدالت و رحمت همه جا پر باشد و تسلیم اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد آنچه که در زمین هست اگر مردم اطاعت کنند همه در تحت فرمان اهل بیت علیه السلام باشد و درخت و آبادی و آب و زمین و آسمان همه برای ایشان نعمت هاشون رو ظاهر کنن لا فیها تمام زمین یک رنگ تسلیم اهل بیت علیه السلام و, سلام و نعمتهای وجودی و حکومت ایشان باشه و در اون هیچ ساز مخالفی زده نشه هیچ بیرنگی و هیچ مخالفت و چند رنگی در زمین نباشد و این مخالفت ها از بین رفته باشد و منظور از این که این رنگ های مخالف در اون یک رنگی وجود نداشته باشه یعنی هیچ خصومتی برای اهل بیت علیه السلام در عالم وجود نداشته باشه قال لا خصومت فیها که اگر مردم اطاعت میکردند همیشه اینها حاصل میشد و الا ان الله در ظهور حضرت مهدی علیه السلام همه حاصل می شود لعدوهم قال لعدوهم و ان یکون لهم فیها ما یحبون که هیچ حاکمیتی در هیچ گوشه ای از عالم برای دشمنان اهل بیت علیه السلام نباشه به شرط این که مردم بیان و امام معصوم رو رها نکنند اگر مردم امیر المؤمنین رو کنار نمی گذاشتن و اطاعت اون حضرت می دیگه دشمنان ضعیف می جرأت نمی کردن. این یک رنگی عدالت در عالم رو به هم بزنند و در گوشه و کنار سقیفه ها و مجالس رأی و قانون گذاری های باطل و شیطانی و حرام قرار بدهند و کم کم بیان کل عالم را در تصرف خودشون بگیرند و حکومت ظالمانه و شیطانی خودشون رو برقرار بکنند و در زمین تنها چیزهایی باشه که خدا میخواد اهل بیت میخوان مؤمنین میخوان و اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله علی جمیع و شیعتهم به و خدا این پیمان و عهد را گرفت بر جمیع ائمه و شیعیانشان و این میثاق را برای ایشان و از ایشان قرار داد و مردم بودند که اینها را به هم زدند و ان الله در ظهور حضرت دو مرتبه اینها همه احیا خواهد شد و تجلی خواهد کرد و انما السلام علیه تذکرت و نفس المیثاق و اینکه مردم میان در مقابل پیغمبر اقرار میکنند به اینکه سلم و تسلیما مؤمنین باید در مقابل پیامبر و اهل بیت علیه السلام تسلیم مطلق باشند این همیشه تذکر به همون میثاق است که روز قیامت خدا اونها را که وفا کرده اند اجر و پاداش میدهد و اونها که به زبان میگن و در رفتار و عمل راه خودشون رو میدن رأی خودشون رو میدن انتخاب خودشون رو میکنن دن، دنبال ظالمین و ستمکران و کمک به ظالم میشوند اینها روز قیامت بازخواست خواهند شد و آن به آن روز به روز این سلام رو میگن و خدا داره به این جهت و مرتبه اینها رو متذکر میکنه ولی اینها اکثرشون نمیپذیرند و تجدید له علی الله و خدا هر زمانی که از ما میخواهد که این درود را بفرستیم و این سلام را بدهیم یعنی برگرد بشر چرا تو با خدا پیمان بستی و میثاق بستی که مبادا از تحت حاکمیت و دفاع از معصوم در بیایی و خارج شدی اما خارج شدی و خلاف میثاق کردی و پیمان شکن شدی لعله ان یعجله جل و عز و یعجل السلام لکن به جمیع مافی که این سلام و درود متذکر شوند انسان ها و تذکری باشد برای ایشان که هرچه زودتر برگردند به در خالی اهل بیت علیه السلام و, و خدا برگرداند به زودی برای ایشان همه این امور را و این سلم و سلامتی و سلام و آرامش و عدالت جهانی را با جمیع آنچه که در تحت این سلم مطلق واقع می شود حدیث چهلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول عبدالله ابن سنان میگه که از امام صادق علیه السلام شریدم که میفرمودند اللهم صل على محمد صفیک و خلیلک و نجیک المدبر لامرک خداوند درود بفرست بر پیامبرت که برگزیده توست بر پیامبرت که برگزیده توست و خلیل و دوست و تسلیم مطلق عوامل توست و نجی توست و کسی است که او را برگزیده ای نجات داده ای و او برگزیده است و نجات یافته و نجات دهنده همه مردم هست المدبر لامرک اون پیامبری که به علم الهی او را آراسته ای و سیاست عالم تربیت عالم در کل مخلوقات خدا در آسمان و زمین و همه جا تحت تدبیر و امر و فرمان و هدایت آن حضرت است که البته چون این صلوات هایی ما زیاد داریم که اول درود بر پیامبر به طور مفصل میاد بعد با درود بر امیر بعد درود بر فاطمه زهرا بعد درود بر امام حسن درود بر امام حسین در یک خط دو خط همین تا میرسه به امام زمان علیه السلام که دنباله این سلوات ظاهرا در این روایت بیان نشده و این مقدارش که در مورد رسول الله بوده چون بحث ما در خصوص پیامبره این مقدارش آمده باب النهی عن الاشراف على قبر النبي صلی الله علیه و آله این باب در مورد اینه که کسی حق ندارد بر قبر پیامبر اشراف پیدا کنه روی قبر پیامبر برود اونجا راه بره و خدمت شما عرض شود که یا حتی بخواد از حیث نظر مستقیم به اون قبر و اونجا چیه یک نظاره ای داشته باشه که البته در خصوص ایشان مشکلاتی براش ممکنه پیش بیاد و این از معجزات الهی و از اختصاصات رسول الله و شاید ائمه علیهم که کسی نباید چنین اشراف و نظری به اهل بیت علیهم السلام داشته باشه حدیث اول عن جعفر ابن المثنی الخطيب قال جعفر ابن مثنى ختيب گفت که کنتو بالمدينة و سقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط و الفعل توجس و ينزلون و نحن جماعه من در مدینه بودم که سقف مسجدی که مشرف بر قبر پیامبر صلی الله علیه و آله بود ساقط شد و فرو افتاده بود و خراب شده بود و این کارگران می بالا پایین می که این سقف و اینها رو درست کنن و ما هم جماعتی بودیم و این امر رو دیدیم فقل طول اصحابنا من به اصحاب من عرض کردم من منکم له موعد یدخل علی ابی عبدالله علیه السلام اللیله کدام یکی از شما قرار دارید و تصمیم دارید که امشب خدمت امام صادق علیه السلام برسید فقال مهران ابن عبی نصر انا مهران ابن ابینت گفت من امشب خدمت حضرت میرسم ان شاء الله و قال اسماعیل ابن عمار نصیری انا اسحا اسماعیل ابن اسماعیل ابن عمار هم گفت منم هستم فقلنا لهما ما ایشان گفتیم که صلاح لنا ان ل نشرف على قبر نبی صلی الله علیه و آله گفتیم که خب از حضرت سوال کنید که آیا الان که مثلا موقعیتی هست و اینا دارن این کار رو انجام میدن آیا جایزه که ما برویم و اشراف بر قبر پیامبر پیدا کنیم یا اصلا اینا که دارن این کار رو میکنن آیا براشون جایزه و کارشون حرام خطاست ما کان من الغد لقیناه ما فردا که شد دیدیمشون و پرسیدیم فجتمعنا جمیعا هممون دو برتبه دور هم جمع شدیم فقال اسماعیل اسماعیل گفت قد سألناه لکم اما ذکرتم ما رفتیم و پرسیدیم از آنچه که شما ذکر کردید و پرسیدید فقال ما احب لاحد منهم ان یعلو فوقه ولا آمنه ان یرا شیئا یذهب منه بسره فرمودند که نه من دوست ندارم هیچ از ایشان برود و علو و بالایی پیدا کند و مشرف شود بر قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و من ایمن از این نیستم که اگر کسی چنین کاری انجام داد رفت از بالا بر قبر مسلط شد و نگاه کرد چشمش کور شود ممکن چشمش کور بشه او یراه قائما یصلی یا ببینه که پیامبر داره نماز میخواند پیغمبر زنده و مرده ندارد پیغمبر مشغول عبادت خداست ولو پس از مرگ خود یک حالات خاص خودشونو دارن اینها از اختصاصات پیامبر و اهل بید علیه السلامه بعد ببینه که پیغمبر داره نماز میخونه و بعد در مثلا خدمت شما براش یک امر عجیبی باشه بعد نتونه تحمل کنه و مشکلات دیگه براش پیش بیاد او یراه مع بعض ازواجهی صلی الله علیه و آله یا اونجا خانه پیامبره محل اختصاصی پیامبره حضرت را با بعضی از ازواجشون مشاهده کنه چه بسا این قبرها حکم مثلا اون حجر الاسود رو داشته باشه که حجر الاسود اگر خراب شد و افتاد خب اونجا مردم حق نداشتند بیان وردارن سر جاش بذارن اونا چه کاره بودن که این تصرف رو بکنن حتی در زمان جاهلیتش هم که چون اتفاقی افتاد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و اون رو سر جای خودش گذاشتند چه بسا اگر چون این امری باشد خود امام معصوم میداند که چگونه این امر انجام شود و کسی حق نداره در این امور مداخله کنه و اه این اه مطلب را که از اهل بید علیه متهم رسیده حالا یک تعویلش این و ممکن تعویلهای دیگری هم داشته باشد باب مولد امیر المؤمنین صلوات الله علیه که ان شاء الله بعدن بهش میرسیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد